نشست علمی روزانه آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی روز چهارشنبه 20 ذیقعده سال 1445 برگزار شد در این نشست همچون جلسات پیشین ایشان به سالهای حاضران در جلسه پیرامون مسائل مختلف فقهی پاسخ دادند آیت الله شیرازی با اشاره به این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و که هر کس آخرین سخنش لا اله الا الله باشد وارد بهش می شود فرمودند این مسئله دارای شروطی است و اگر شروط آن وجود نداشته باشد این فرمایش رسول خدا محقق نخواهد شد معظم الله با تأکید بر اینکه اگر مثلا شمر ابن زل جوشن چنین سخنی را در آخر عمر خود بگوید شامل این فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله نخواهد شد فرمودند همان گونه که امام رضا علیه السلام در نیشابور در حدیث سلسلت و زهر فرمودند که کلمه لا اله الا الله دژ مستحکم است و کسی که با گفتن این کلمه وارد این دژ مستحکم شود از عذاب الهی در امان خواهد بود اما گفتن این کلمه را به شروطی منحصر فرمودند ایشان با اشاره به ادامه ی حدیث سلسلت و زهب و بیان شرطی که توسط امام رضا علیه السلام بیان شد فرمودند امام رضا علیه السلام در ادامه ی حدیث تاکید می‌فرمایند که انا من شروطها یعنی من از شروط آن هستم آیت الله لزما شیرازی در ادامه فرمودند ان من شروطها بدان معناست که هر کس لا اله الا الله بگوید اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و معصومین حتی یک نفر از ائمه اطهار علیهم السلام را قبول نداشته باشد گفتن لا اله الا الله بدون پذیرش ولایت فایده ای ندارد با هم فرمایشات آیت الله لزما شیرازی را ببینیم و بشنویم الشرط الله يكون متقي القرآن الكريم قال إنما إنما يعني شنو؟ أداة حاصرة إنما يتقبل الله من المتقين اللي مو متقي ما يقبل منه لازم به ذکر است که سلسله نشست علمی آیت الله لزما سید صادق حسینی شیرازی به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قوم خیابان چهار مردان کوچه شش رأس ساعت ده و چهل و پنج دقیقه به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام ماهواره یاهصد فرکانس 120 بیننده این نشست علمی باشید